رژیم اسد علاوه بر بمباران و محاصره هومس تلاش کرد این شهر را اشغال کند، اما انقلابیون هومس تلاش آن را در هم شکسته و تلفات و خسارات فراوانی به نیروهای آن وارد کردند. ما ان اعلن نظام الاسد وميليشياته رژیم اسد و شبه نظامیان مزدور او از حمله نظامی به شهر هومس و هومیان خبر دادند و تلاش کردند محله‌های قدیمی را اشغال کنند، در حالی که از این منطقه به منطقه دیگر و از محله‌ای به محله دیگر متحمل تلفات و خسارات زیادی شدند و شکست‌های سختی را متحمل گردیدند. مواقع و نقاط عسکریه كانت تتحصن فيها قوات النظام. الله اكبر الله اكبر. انقلابیون هومس اعلام کردند در بسیاری از جبهه ها در استان پیشروی کردند و مواضع و مراکز نظامی که نیروهای اسد در آن متمرکز بودند را هدف قرار دادند. انقلابیون در هومس اعلام کردند روستای قاسبیه در همومه در شمال شرقی هومس را آزاد کردند. بعد از درگیری‌های شدید در منطقه، ده‌ها تن از نیروهای اسد و شبه نظامیان مزدور او کشته و مجروح شدند. انقلابیون توانستند در خارج منطقه گسترش پیدا کنند و پایگاه قصر و مواضع نظامی دیگر نیروهای اسد را به تصرف خود درآورند. آنها همچنین توانستند پاسگاه نزدیک روستا را به کنترل خود درآورده و در حومه شمالی پیشروی کنند. انقلابیون هومس در منطقه قاسبیه متوقف نشده و بعد از ضربه به نیروهای اسد، جاده مرزی التنف با عراق را در حومه شرقی قطع کردند. احیاء حمص القدیمه لم یقف ثوارها مکتوفی الایدی فبعد استعاده سيطرتهم على در محله‌های قدیمی هومس نیز انقلابیون کنترل تعدادی از ساختمان‌های مهم در وادی سیاه را بازپس گرفتند. آنها در محله جبل جندلیل نیز پیشروی کرده و نیروهای اسد را مجبور کردند از نقاط جدید عقب نشینی کنند. علاوه بر این، در اثر تلاش مستمر نیروهای اسد برای اشغال محله‌های دیگر، درگیری‌ها گسترش پیدا کرد و انقلابیون تلاش این نیروها را در هم شکستند و آنان را متحمل خسارات جانی و مادی کردند. الله اکبر. حملة النظام العسكريه على احياء حمص المحرره. در بحبوحه این درگیری ها تهاجم نظامی نیروهای اسد به محله های آزاد شده هومس وارد هفته دوم خود شد. آنها خانه های مردم را با انواع سلاح ها هدف قرار دادند، به طوری که محله وعر و محله های قدیمی با موشک های اسد و بشکه های انفجاری هدف قرار گرفت و تعدادی جان باختند. مناطق حومه هومس نیز با صحنه مشابه و بمباران مواجه بود. آمریکا و سایر کشورهای غربی و سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات در سوریه توسط بشار اسد را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانستند. اعتبرت الولايات المتحدة ان الانتخابات الرئاسية سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد برگزاری انتخابات که قرار است در روز 3 ژوئن به وسیله اسد برگزار شود به بازی گرفتن دموکراسی و بسیار مسخره است. دولت انگلستان نیز چنین تصمیمی از سوی اسد را مورد انتقاد شدید قرار داد و اعلام کرد انتخاباتی که اپوزیسیون سوریه در آن شرکت نکند هیچ ارزش قانونی ندارد و سوی هیچ دولتی پذیرفته شده نیست. از زمانی که پارلمان رژیم اسد روز انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد، تمامی دولت‌های غربی بر سر آن موضع گرفتند و به این تصمیم حمله کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد برگزاری یک طرفه این انتخابات را از همکنون باطل دانستند و اعلام کردند بدون حضور اپوزیسیون برگزاری هر انتخاباتی در سوریه از نظر دولت‌ها غیرقانونی است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات در 3 ژوئن را پایان راه حل سیاسی و دیپلماتیک در این کشور با وجود کشتار روزانه مردم دانست. وی اضافه کرد
هر توافقی در این زمینه باید از اجرای تمامی مواردی که در کنفرانس ژنو 1 دولت سوریه به آن التزام داده است عبور کند و تشکیل دولت انتقالی و صلاحیت‌های آن بایستی در کمیته‌ای که اپوزیسیون در آن شرکت دارد تصمیم گیری شود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام موعد انتخابات را از سوی اسد اهانت به دموکراسی و بازی گرفتن دولت‌ها دانست و آن را از همکنون فاقد هرگونه اعتبار بین‌المللی عنوان کرد. همچنین جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برگزاری انتخابات به این شکل در سوریه هیچ کمکی به راه حل‌های سیاسی برای پایان دادن به بحران در این کشور نمی‌کند و اجرای این چنینی انتخابات اقدامی بیهوده و عبث است. نماینده انگلستان نیز در این مورد گفت برگزاری انتخابات به این شکل تا به حال در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است. سخنگوی ائتلاف ملی سوریه در این باره اعلام کرد این تصمیم گیری چیزی نیست جز اینکه اسد به دنیا و مردم سوریه میگوید خواهان و باعث و بانی به وجود آمدن جنگ بوده و هست. از طرفی اعضای ائتلاف ملی سوریه گفتند اسد به توافقات ژنو پایبند نبوده و از آن برای پیشبرد خاص و منافع خود سوء استفاده می‌کند. این تصمیم مانند به آتش کشیدن تمامی راه حل‌های سیاسی در کنفرانس‌های ژنو است. وزیر خارجه دولت وقت ایتالیا نیز بر غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات به وسیله اسد تاکید کرد و گفت این کار جامعه جهانی را به این نتیجه می‌رساند که راه حل سیاسی و دیپلماتیک در رابطه با بحران سوریه بی نتیجه خواهد بود. وزیر خارجه ایتالیا رژیم ایران را بازیگر پشت صحنه تمامی این مشکلات برای ادامه دادن به حکومت خود در منطقه دانست. درعا حرموا من حياتهم التعليميه بعد ان مارس النظام حملات الاعتقال الممنهج. رژیم اسد دانشگاه ها را بسته و دانشجویان را به زندان انداخته یا در یورش های وحشیانه به شهادت میرساند، اما آنها تسلیم نشده و در دانشگاه انقلاب برای آزادی سلاح به دوش گرفتند. رژیم اسد از دانشجویان خواسته است که مناطق آزاد شده را که تحت کنترل رزمندگان است ترک کنند. یکی از مناطقی که دانشگاه‌های آن بسته شده درعا است. اما دانشجویان نه تنها به خواسته اسد تن ندادند، بلکه به صفوف رزمندگان پیوستند و علیه نظام او می‌رزمند. بعد از شکلگیری انقلاب و جنبش مردمی، نظام اسد به منظور سد کردن راه قشر آگاه جامعه و برای جدا کردن اونها از صفوف تظاهرات مردمی اقدام به ویران کردن دانشگاه ها کرد. این سیاست در دمشق و درعا اجرا شد و دانشجوها به طور گسترده دستگیر شدند. در حال حاضر دانشجویان در دانشگاه انقلاب تبدیل به رزمنده شدند. بعد از بسته شدن دانشگاه رژیم روی ما خیلی فشار آورد، به طوری که بسیاری از دانشجوها در زیر شکنجه به شهادت رسیدند. الان ما کلاس خودمون رو ارتقا دادیم و در کلاس انقلاب مشغول ادامه تحصیل هستیم. سعی می‌کنیم با افشا کردن جنایات اسد و ارسال اونها برای روزنامه‌های جهانی اطلاعات واقعی و دقیقی از خواست مردم سوریه ارائه بدیم. خیلی از دوستانم در تمامی نقاط سوریه الان سلاح به دست گرفتن و در صفوف رزمنده ها در حال نبرد هستن. قاسم دانشجویی است که در سال دوم دانشگاه مشغول تحصیل بود. بعد از اینکه رژیم اسد اقدام به دستگیری وی کرد، تصمیم گرفت سلاح به دست بگیرد. هم‌اکنون نفرات زیادی در صف رزمندگان هستند که سرنوشتی مشابه قاسم دارند. بعد از اینکه شدت وحشیگری مزدوران اسد در حق مردم و دانشجوها رو در زندان دیدم، تصمیم گرفتم با به دست گرفتن سلاح از خانواده‌ام و کشورم دفاع کنم و شر اسد رو از سر اونا کم کنم. بعد از آزاد شدن بعضی مناطق سوریه، شورای ائتلاف ملی برای باز کردن مجدد دانشگاه‌ها تلاش زیادی کرد، اما با توجه به شرایط کنونی امکان پذیر نبود و دانشگاه‌های موجود در این مناطق در حال حاضر تبدیل به مرکزی برای تحقق آرمان زیبای آزادی شدند. و
رزمندگان سوریه در شمال توانستند بلندی‌های چلما و روستاهای مشرف به این منطقه کوهستانی را بعد از درگیری‌های مستمر به طور کامل به کنترل خود در بیاورند. در این سلسله درگیری‌ها انقلابیون توانستند تعدادی از ادوات جنگی نیروهای اسد را منهدم، تعدادی از مزدوران را کشته یا زخمی کنند و مراکز تجمعات آنان را در روستاهای مجاور زیر آتش سنگین قرار دهند. آنها همچنین نیروهای اسد را مجبور به عقب نشینی از مناطق نفتخیز در این ناحیه کردند. بعد از چند روز سکوت نسبی مجدداً شعله جنگ در منطقه شمال بالا گرفت و رزمندگان در روستاهای لازقیه به پیشرفت‌های جدیدی رسیدند و توانستند بلندی‌های تشالما را که به شهر کسب مشرف است با طراحی و بکارگیری تاکتیک‌های جنگ در مناطق کوهستانی به کنترل خود در بیاورند. آنها تعدادی از نیروهای اسد و شبه نظامیان او را که قصد داشتند مواضع خود را تثبیت کنند به هلاکت رساندند و بقیه را مجبور به عقب نشینی کردند. بعد هدوء تخللت اشتباكات متقطعة اشتعلت جبهة الساحل من جديد عبر انتصارات نوعية حققها حين عقب نشینی نیروهای اسد از مناطق نفتخیز ده ها تن از آنها به دست رزمندگان کشته و یا زخمی شدند. همچنین بسیاری از تجهیزات نظامی آنان منهدم و یا توسط رزمندگان به غنیمت گرفته شد. دشمن بعد از این ضربه بار دیگر با تجدید قوا سعی کرد این منطقه استراتژیک در بلندی‌های تشالما را که به تمامی مناطق و روستاهای شهر کسب مشرف است بازپس بگیرد، ولی هر بار با آتش سنگین رزمندگان مواجه شد و شکست خورد. در اطراف برج 45 در همین منطقه نیز درگیری‌های پراکنده‌ای رخ داد. در بلندی‌های ترکمان هم رزمندگان مراکز تجمع نیروهای اسد را بارها با موشک مورد حمله قرار می‌دادند و دو مرکز توپخانه دشمن را به این وسیله از کار انداختند. در دو روستای کفرنیا و هکرونیز رزمندگان مراکز نیروهای اسد را با موشک‌های گراد و موشک‌های دستساز خود مورد تهاجم قرار دادند. 40 بجبل ترکمان حيث استهدف الثوار بعشرات القذائف والصواريخ تجمع مسیحیان تمامی دنیا در روز عید پاک که به آن روز رستاخیز هم میگویند دردها و رنجهایشان را با حضرت مسیح بازگو میکنند. در این میان مسیحیان سوریه به خاطر جنایات بشار اسد قطعا دردها و رنجهای بیشتری برای بازگو کردن دارند. دردها و رنجهای وصف ناپذیر. گزارشی از تلویزیون اورینت. هفته درد، هفته ای که دارای شعائر و مراسم خاصی است. ورود به قدس پیام روشنی داشت. پیام رهایی از اشغال و سلطه ظالمان در روم قدیم و بندگی در آن زمان. تغمره الصلوات والعبادات الخاصه. دخول القدس كان له رساله واضحه. بر اساس عقاید مسیحیان این رها شدن از ظلم و تحقق پیام آزادگی است. عید پاک یا روز رستاخیز ظلمی را که مردم سوریه با تمام ادیانش مسلمان و مسیحی شاهد آن هستند یادآوری می‌کند. رژیم اسد همه اماکن مقدس را هدف قرار داده تا آنها را نابود کند و زندگی مشترکی را که از قرن‌ها پیش بین تمامی ادیان در این کشور شکل گرفته از بین ببرد. با وجود این نیت شوم اسد، مردم سوریه امید و ایمان خود را به فردا از دست ندادند. دانه گندم اگر در زمین کاشته نشود میمیرد، اما اگر کاشته شود رشد میکند و تکثیر میشود. این پیام محبت همه مسیحیان سوریه است. آنها از خانه و کلیسایشان رانده شدند ولی امید خود را به آینده و رشد و شکوفایی از دست ندادند. آنها همچون پیامبرشان ایمان قاطع دارند که تاریکی حاکمیت اسد به زودی از بین خواهد رفت و روشنایی برخواهد گشت. و نعود الى طریق النور الذي بدأه السيد المسيح.